باز پشتش را گرفتی. ما در بخش بیمه یک مفتش حرفه‌ای هستم. حتی کتابم چاپ شده. با وجودی که به این خانم احترام دارم، اما باید تو خواب نمیتونم وقت خودت تیر کنم. شما من حیث یک پلیس گپ اینا را قبول میکنین؟ هنوز تمام گپایشان را گوش نکردین. در روی زمین یک گودی تخته‌ای بود، اما روی گودی جور نشده بود. یک لحظه، یک لحظه، آیا این را در خوابتان دیدین؟ بله. در سرش نوشته بود که همه تان به نوبت می سوزین. جالب است. فقط که کسی می خواهی انتقام بگیره. شاید کسی هست که می خواهی از ما انتقام بگیره. مقصدت از ما کی هست؟ یعنی از مفتشین بیمه. بله بله، خدا می دانه که این بار نوبت کی هست. شامتان بخیر. خوش آمدین. خوش باشی. نیک نوخت کردم؟ نه، با وقت آمدین. ای برای شماست. داخل بیا. آمر صاحب، درباره او کارمند اطفایی که خلیل ابراهیم نام داشت تحقیق کردم. فقط یک بار از طرف یک نفر به نام اجمل تهدید شده بود. موضوع به حوزه انتقال داده شده بود، اما او به خواست خود از عریضه خود منصرف شده بود و دوسیهش بسته شده بود. خب این شخص کی است؟ نامش اجمل بیتم تنیست؟ او شخص خسر برش میشه. شما اشتباه کردین که او را رها کردین. شاید او شخص مجرم باشه، باید او را دستگیر کنین. درست است آمر صاحب. از خدا بترس لالا، لطفاً کمی قرضتان رو با تعویق بندازین. آیا تو مرگ با تعویق انداخته میتونی؟ با گله میتونی؟ یارمان، تو با تعویق انداخته میتونی؟ چطور؟ نه لالا، نه. خوابی انسان چرا؟ همیشه فکر میکنه که قرض خود با تعویق انداخته میتونه؟ حالا بگو که بین قرض و مرگ چی فرق است؟ لطفا لالا، از خدا بترس. من اولادار هستم، بچه ما از کنی آمده، دختر ما مریض است. از خدا بترس. بیبی، با یک شرط با تعویق مندازم. با شرطی که تا تو ما برم بتی گپ فهمیدی؟ خدا ازت راضی باشه. صبر صبر گپ نزن، دایی کار خداوند داخل نکن. هنوز با شرطم گوش نکدی. اگه قرض ما نتی دم آباد خانه تا میگیرم. لالا، من به این خانه چطور زندگی کنم؟ تو هیچ انصاف نداری. اوه، تو مرا مؤسسه خیریه فکر کردی؟ مؤسسه خیریه فکر کردی؟ مؤسسه خیریه فکر کردی؟ برو گم شو. اگه تا صبح قرضت دادی خوب خوب بخور. اگه ندادی باز گپ خواست زده. خانم سوزان، ای گله صرف ما با تو است. می خواهیم که پیوند ما را قبول کنی. هر دوی ما زندگی خوب می داشته باشه. بگیره. حالا بگه امضا کن. نفهمیدی گفتم امضا کن. امضا کن. برای گفتم امضا کن. لالا چی گفت؟
با تاریخ 7/8/2008 شما بالای خلیل ابراهیم سلیم فایر کردین. بله. ابراهیم یازنیم است. نمیخوایم دروغ بگویم. امروز جور نبودم. همیشه گپای ناق میگفت حساب ما خراب میکرد. اصلا امروز هم نظر نبود. یک روز کم نوشیده بودم. او پیش ما آمد هر چیز گفته و حساب ما خراب کرد. حساب ما با جای نبود. امول از درست به یادم نیست. یک دو فایر کردم. اما قبا یادم از که فایر هوایی بود. تمامش همی بود. به مخاطر روابطتان خوب نبود؟ یکی دیگه خود دوست نداشتیم. خب آیا پیش خود میگفتی که انتقامش میگیرم؟ نه عمر صاحب، انتقام چی؟ اگه میخواستم انتقام بگیرم باز با مو شکل میکشتمش. با چی شکل؟ آیا او سوخته نمرد؟ تو میخواستی ابراهیم چه قسم بکشی؟ امرای مرمی. نام اون نفر چی بود؟ اجمل. او را رها کنین، درست است؟ درست است عمر صاحب. اما او آدم خوبه نیست. همیشه او را تعقیب کنین و متوجه باشین که چی میکنه. امرتان بجای میشه عمر صاحب. در اینجا قسمتت معلوم میشه. راست میگین؟ در کجا نشان میتین؟ ببین در اینجا. خب چی تو یک آدم است؟ بسیار هوشیار است، مؤدب است، قد بلند است، شخصی که میخوای عضو فامیلتان شوه. اوه چرا اینجا تر شده؟ ای او از کجا آمده باشه؟ در اونجا کی هست؟ نه نه این کارو نکو، این کارو نکو، نه 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 نکو، این کارو نکو، در گرفتم، کمک کمک، در گرفتم، کمک، در گرفتم. اعتراف میکنم که در اول از شما هیچ خوشم نامده بود، اما قسمی که معلوم میشین او تو نیستین. دی باره چیز گفته نمیتونم. بله اما تو رستم این ملاقات ها باید ناتمام خلاص نشه. بیا از امشب فکر کده تا صبح مرا خواب نمیبرم. و بعد از این که او قلعه در گرفت همگی حیران به طرف او نور میدیدن. مادر بگو دختر نازم، میخوام شیر بنوشم. امیالو میارم دخترم. شما؟ خانم ملک لطفاً به خانمم کمک کنین. نشه که برای غلط بره و لقمه ارامه بخوره. او مفتشم از یزاب نجات بتین. او بیچاره هر روز زب میشه.
از تو خواهش دارم. وقتی که من نبودم خاطرات روزانه‌ت دی نوشته کو. درست است. از این کتابچه پیش مام است. مام نوشته میکنم. اینا رو خوب شد. اوکتای، امی فهمی پشتیگه باید بسیار دق شده بودم. چرا تو را در خواب نمیبینم اوکتای؟ پدرم چی شد؟ چرا نان نمیخوری؟ پدرم نان گرمه کد باز به من میداد. دست از دخترمو رو به من بده. من فکر میکنم اینو به من میدادی. خاله جان شما چطور هستین؟ خیرت باشم، رود بسیار با انرژیستی. خیرت از خیرت است. باید بیرون برم، کار دارم. بشین دخترم. نه مادر جان، کار دارم، باید برم. خداحافظ. خداحافظ جانم. خداحافظ. مادر جان من باید زود برم، یک کم کار دارم. درست است دختره. بخو دخترکم. آقای مفتش، شما چی فکر میکنین؟ فکر میکنم اینجا را کسی بزد در داده. عمر صاحبی را پیدا کردم. مفتش، حق به جانب استی. فکر میکنم این بار پیشیم یک دلیل قاطع است. امکان دارد ای نشان انگشت کسی باشه. بعد از یاد سوزی معلوم میشه. عمر صاحبی را به شعبه جنایی ببرم. اگه ای را به شعبه جنایی ببرم حتما یک چیزی پیدا خواهد کنم. درست است. خانم، شما کسی را کار داشتین؟ خانم سوزان را کار داشتم. شما آمدین که یه همه را به ما بگوین؟ تشویش نکنین، ما تمام روز اینجا کار میکنم، تجارت میکنم و ای را میفهمم که چی حلال است و چی حرام. در اینجا هر کار طبق قانون پیش میره. خانم سوزان، شاید چیزای زیاده باشه که شما نمیفهمین. شما میفهمین که چقدر مشکلات سر ما آمده؟ درست است که ابراهیم وظیفه خدا به صداقت انجام میداد، اما ما زندگی سختی داشتیم. آیا من از او چیز زیادی خواسته بودم؟ چی میشد که همراه لالایم با هم مشترک کار میکردن؟ شما بگوین چی میشد؟ اگر بگوییم زندگی فقط عیش دنیاسی، اشتباه است خانم سوزان. شوهرتان یک انسان راستکار بود. او به خاطر که زندگی دیگران را نجات بده، همیشه به وظیفه خود میرفت خدمت میکرد و بالاخره جان خدا فدا کرد. شوهرتان شهید شده خانم سوزان. شوهرتان زندگی ابدی را به خود کسب کرد. شما اینجا آمدین که من را نصیحت کنیم؟ نه خیر، استغفر الله، با کدام حق؟ تنها چیزایی که شوهرتان به من گفت میخوایم به شما بگویم. من نمیفهمم که در اینجا چی جریان داره، اما هر چیزی که باشه به او خبر داده شده. او میفهمه که شما در اینجا کار میکنین. او از من خواهش کرد که همه را براتون بگویم. خانم سوزان زنده باشین، لطفا مرده و زنده را آرام بنین، فهمیدین؟ ما یک زندگی جدید شروع میکنم. خب دوستا، اگه به دقت ببینین، بدون خلیل ابراهیم سلیم همشان مفتشین بیمه هستن. به نظر شما یک تصادف هست؟ عامر صاحب، من فکر نمی کنم یک تصادف باشه. من همچنان. یعنی چی؟ یعنی که
کدام کسی؟ ما فتشین بیمارا میکشن. ما خواهم تو فکر میکنم دوستا. عامر صاحب شما از کجا میفهمین که اونا را میکشن؟ او بچه تو نگفتی که کدام تصادف نیست؟ بیا ببین. به نظر ما همه چیز واضح است. پس نوبت کی است؟ این نفرها مفتشین هستند که کار خدا به خوبی انجام میتن. یعنی فکر کنین که این مقتولین بسیاری قضایای آتش سوزی را افشا کردن. شاید کدام کسی یکی اینا را چیزی گفته باشه و از گپش بعدش آمده. پیش از اینکه اونا مرتکب کدام جنایت دیگه شوند، خداوند اونا را نابود بسازد. امکان داره باز در پلانشان یک مفتش بیمه باشه. او کی خود باشه؟ خدا میفهمد استانبول چند نفر مفتش بیمه باشه. اگه تو فکر کنیم مشکل است که این کار را حل کنیم. درست است. چند نفرشان مشهور و نامدار هستند. آقا فرید. از هم اول تر تو را میکشتم، اما منتظر شدم که از کنی نوبت ما است. میخواستم که بترسی و حال نوبتت است. صبر کن، میخواییم یک چند لازم راید گپ بزنم. دروازه را باز کن. نمیخوایم گپ بزنم. یک دختر دارم کم از او بماره. بخاطر کور نجات بتم دکانم را در دادم. بخاطر تداویش میخواستم از شرکت بیمه پیسه بگیرم، اما تو رازم را افشا کردی. مرد آتش انداختی، دخترم را کشتی. ما وظیفه خود انجام دادم. حال لطفا از اینجا برین. برام اما تو خوب جگرم در گرفته، از حلقم خون میآید. چرا مرا درک نمیکنید؟ خواهش میکنم دختر من نجات بدین. آقای محترم گفتم که از اینجا برین. حالا درست است. یعنی اما تو اما تو همراه او رهنما باز گپ بزن. درست است؟ درست است لالا. ببین که شوهر چی کارا کده. زنده که بود چیز نتانست. وقتی که مردی کارا را کد. چی گپ شده لالا؟ پلیس مرا تعقیب میکنه. دیگه چی شوه؟ ای را بگی. ای چی است لالا؟ زیاد سوال نکو. ما یک کم کار داریم. تو ای باکس بگی و با ای آدرس ببر. درست است؟ فکرت باشه که باکس باز نکنی. اگه باز کدی دستای تا قطع میکنم. بیاز بازم کده نمیتونی. با هر صورت آل دیگه ما میرم و تو هم میتونی بری. مستقیم با او آدرس ببر. فهمیدی؟ وقتی که این موضوع حل شد باز نامزدی شما را میکنم. چطور؟ سوزان ده او دست نزن. لطفا سوزانی کار نکن. او پیسه حلال نه احرام است. از او دور باش. عامر صاحب. بله. اگه بفهمین که ده ای لایتر نشان انگشت کی است حیران میمانین. یک باری را ببینین. یعنی چطور؟ فرید سوی لمز است؟ مقصدت یعنی امو مشاوره که امروی ما همکاری میکرد امو از مفتش بیمه؟ بله همو است. فکر میکنم خانم ملک باز آمق به جانب میشه. باید زود آقا فرید پیدا کنیم. Thank you.
شما را میپالیدم. ببین دخترم، او با گپای ابراهیم گوش کن. فکر میکنم موضوع بسیار مهم است. اینجا یک نفر است که بسیار با قبر من نزدیک است، بسیار رنجیده است. یاسمین. چرا گریه میکنی یاسمین؟ پدر مدک چقوری انداختن؟ از اونجا صداش میایه، بسیار رنج دیده. من میخاطر گریه میکنم. جانم گریه نکو، اگه پیشش نرین به دیگرام ضرر میرسه. لطفا پیشش برین. گپ استان پرسان میکنم، قبر شوهرتان رو نشان بتین خانم سوزان. شما چه رقم انسان هستین؟ شما را چی به قبر شوهرم؟ لطفاً امکان داره که زندگی بعضها در خطر باشه. ببینین امکان داره گپای ما به شما بیهوده باشه، اما خواهش میکنم قبر شوهرتان رو نشان بتین. بله حق به جانب استین، چیزی که شما میگین اصلا برام مهم نیست. حالا اگه اجازه بتین میخوایم به وظیفه برم. او قضیه دیگه بسته شد فهمیدی؟ ابراهیم فوت کرد. ببین امروز برای ما یک آغاز جدید است خانم. عمر صاحب یک خانم آمده، میخواید درباره آقا فرید امرایتان گپ بزنم. بله عمر صاحب. آقا فرید ده یک هفته چند روز به او خانه میه، به خاطر که همسایش هستیم مگه پایش میشنوم. ده داخل همیشه میگه من انتقام میگیرم. اول گفتم اونقدر مهم نیست، اما شب گذشته یک رقم گریه کرد، یک رقم جگرخون بود که بسیار ترسیدم. عامر صاحب گفت که یاسمین ما کشتم. ای گپ شنیدم، باز پیش شما آمدم. خدا از تو راضی باشه خاله جان، چیزایی را که قصه کردی بسیار مهم است. قربان خداشم که تو را پیش ما رایی کرد. عامر صاحب، اون نفره که اجمل نم داشت تحت نظارت ما بود. اجمل؟ امو سودخور. درباره او قضایایی را پیدا کردیم که تمامش غیر قانونی است عامر صاحب. خب خیلی بیا که بریم، زیاد کار داریم. تیم دومم جور کنین و درباره آقا فریدان برام معلومات بدین. کجا میره، چی میخوره، چی مینوشه، همه چیز برام بگوین. پایین چایی، دست از پایین چایی. موتر روشن کنید. انجام شد. نیت چی بود؟ قسمت چی شد؟ ای کار رو بیدون. چند وقت پیش چینی فروشی یک قاچاق برای مواد مخدره گیر کردیم. ای بارم شخصی را میپولیدیم که هر جای با آتش میزد. اوالی اینا را پیدا کردیم. خانم محترمه، احتیاط کنین. احتیاط کنین خانم. سلام خانم سوزان. شما در شفاخانه هستین. یک حادثه ترافیکی رخ داد، اما شکر زیاد اوگار نشدین، فقط کمی بیهوش شدین خانم سوزان. شفا باشه، بلند نشین، استراحت کنین. به خاطر شما به تشویش شدم. خدا را شکر شما را چیزی نشد. شما متوجه موتر نشدین، باز من سرتون چیغ زدم. لالایم. لالایتون به جرم خود اعتراف کرد. سودخوری، قتل، اختطاف و دزدی. لالایت بسیار جرم را مرتکب شده خانم سوزان. شوهرمون هیچ دوست نداشت، یعنی که او همه چیز میفهمید، اما به خاطری که او لالایم بود من چیز دیده نتانستم.
بازم شفا باشه. موفق باشه. تشکر میکنم. شفا باشه خانم سوزان. همین که خبر شدم اومدم. حال چطور هستی؟ خوب هستم دکتر صاحب. اما یک چیز پرسان میکدم. ای حادثه یعنی میتونم ما داینده مادر شوم؟ دکتر صاحب شما خود باری حالتم همه چیز میفهمید. طبعا که خبر دارم. اما سوالتا نفهمیدم. بیا زومی چم کار نداره که شما صاحب اولاد شوین. اما او مشکل از شوهر خدا بیامرزم نبود؟ نه خیر، در نتیجه همه چیز نوشته کرده بودم. یا خدایا اگه سوزان از ایگه خبر شد بسیار جگر خون میشه. یا خدایا ما چی کنم یک راه برم نشان بده. برش گفتن نمیتونم که به خاطر تو خانه ما اولاد نمیشه. ابراهیم چی شد؟ تو نتیجه معاینات گرفتی؟ یعنی که مشکل از توست؟ من یک رای تدابیر پیدا میکنی. یعنی مشکل اصلی از ما بوده، با خاطر که جگر خونشم او از ما پت کرد. ابراهیم ایگه پا وقت فهمیدم که تو حال در زندگیم نیستی. به هر کار یک خیره. خوب شد که به خیر دیر شد. عامر صاحب صادق برم گفت مریض هستین. پیش شما شرمنده هستم. همراهتان بسیار روی بد کردم. شما حق به جانب بودین. منی شوهرتان حق به جانب است. چیزایی را که برای مده خواب گفت، من فقط امور به شما گفتم. آیا میفهمین؟ آقا ابراهیم همیشه پیش شما از خانم سوزان. بله اما من این را نفهمیدم. دیگر خون نکنین. ما چند لحظه پیش نخواسته گه پایتان شنیدم. به خاطر دوست داشتن اطفال لازم نیست مادر شوین. ببینین ما به نام چشمه خضر نبی بر خانواده شهید یک انجمن داریم و تمام و اطفال به مادر و شفقت و دوستی نیاز دارن. شما میتونین اونا را فرزندی بگیرین. شما بسیار مهربان هستید. باید دارین که پرسان کرده بودین قبر شوهرتان کجاست؟ مرکز سفر یک مشنوی؟ سفر یک صدای ما مشنوی؟ کسی نیست. او خاله که از خانه بست کرد. آیا مطمئن هستین که این خانه است؟ بله عامر صاحب. شاید ها گفتن که او هفته چند روز به این خانه میامد. عامر صاحب من خواهی از این کار یه چیز نفهمیدم. عامر صاحب من خواهی رو نفهمیدم که آقا فرید دهینده چی میکرد؟ فکر میکنم خانم ملک حق به جانب است. Thank you.
سلام. آقا فرید، یک لحظه لطفا استاد شوین. یاسمین، عمر صاحب صادق. چی؟ شما دو نفر یاسمین التنتاش؟ آیا در پهلوی قبر کدام قبر دیگام است؟ محزون التنتاش. ما هم فعلا در خانه محزون التنتاش هستیم. یعنی کو مرده؟ بله، قبرش در اینجاست. تاریخ وفاتشون نوشته است؟ تاریخشون باید بگن است که دارم. بله فهمیدم. فکر میکنم موضوع حل شد. حال ما با یک واقعی روانشناسی رو برو هستیم. خانم ملک، فکر میکنم شما حق به جانب هستین. کدام موضوع را؟ درباره آقا فرید. او خو امیال از اینجا رفت آمر صاحب. من میفهم که او کجا رفته. با آخرین بار دارم میبینم. تو؟ مسئله تو مرا دیگه بس کن. من میفهمم که من کی هستم. تو فقط یک بیم هستی. امکان نداره که تو زنده باشی. تو زنده نیستی. انتقام یاسمین دخترم ازت میگیرم.
از دست ماست، همش از دست ماست. همش از دست ماست. مقصر تمام این کارام هستم. من تو را کشتم، من تو را کشتم، دختر خود را کشتم، دختر خود را کشتم، همه دارا من کشتم. تو را من کشتم، همه دارا من کشتم. دخترم، من حتما انتقامت میگیرم. دخترم، من حتما انتقامت میگیرم. بخاطر که دخترم من نجات بدم، دکانم رو با آتش زدم. پیسه ایره که شرکت بیمه برم میداد، امکان داشت که دخترم عملیات شوه. با وجودی که شرکت بیمه پیسه گرفته نتانستم، دکان نجاریم هم از دست دادم. بخاطر تو همه چیز از دست دادم. من غرق شدم. من مجبور بودم که او کارها را انجام بدم. بله، کار درست انجام دادی، اما باعث مرگ من و مرگ دخترم شدی. نخیر، تو اشتباه خودکشی کردی مزون. او مفتشینه که در شرکت بیمه کارهای خود به درستی انجام میدادن، همشان مردن. بخاطر شما و انسان از که انسانیت از بین رفته، حالا دیگه نوبت تو است که پاداش تمامی کارهای تا بدی. نخیر، تو دیوان هستی. معلوم میشه که تو دیوان شدی. کسی که داین خود میبینه و هم رای سایه خود گپ میزنه او دیوان هست. بسیار ترسیدم. بسیار ترسیدم. آوگار نشدم. دو نفرتان هم رای ما بین و شما هم اینجا باشین. دیگه صبر کنن هم اطلاف فامیدی گم شو. دیگه صبر کنن هم اطلاف گم شو از شبونو. اگه امرای مرمی داینه بزنی مرا کشتن نمیتونی. حال مده مغزت جای گرفته. اگه میخوایی مرا بکشی باید خودا به مرمی بزنی. مشارکش کن. فایر کن خود از این عذاب خلاص کن دیگه. فایر کن منتظر چی هستی؟ فایر کن میگم فایر کن سلو رو در زمین بنداز. بنداز. دکتر گفت یعنی روانشناس مریضی آقای فریده تشخیص کردن که او فکر میکنه در وجودش چندین شخصیت است. خود پدر یاسمین فکر میکنه و میخواه که از مفاتش بیمه انتقام بگیره. اما ما هدفش نفهمیدم. چرا؟ والا راست بگوی ما هم نفهمیدم خانم ملک.
ما خو فکر میکنم فرید به مریضی عقلی و عصبی مبتلا شده. آیا این مریضی شما تداوم میکنه؟ نه خیر. اگر فرید خوب تداوی شه او دوباره میتونه به مردم و وطن خود خدمت کنه. یعنی امکان تداوی شه است. ببینین خانم ملک، به خاطر خوابتان از کجا به کجا آمدیم. میخوایم یک گپ بگویم. راستش میخوایم شما را مشاور خود بگیرم خانم ملک. قضیه که حل نشده تو حلش میکنی. بیازو هر قضیه که حل میشه ما بخشی میگیرم. یعنی برای ما هم خوب میشه. مامور دولت هستم، بسیار قرضدار هستم. جانم تو بسیار قندول هستی. بیا جانم تو هم بسیار قندول هستی. او چقدر خوشحال است کاکا داود. دختره که قندولم. بله دخترم آیا میفهمی؟ احساس و شفقت بالاتر از عشق از دخترم و خانم و قهرمان و شفقت هستن. نازنین آفرین سنا. آفرین کاکا داوت اگه اجازه تان باشه من میرم. استغفر الله میتونی بری دخترم. شما رو بسیار دوست دارم. بیتول ده هر چیز دست میزنه ور جا علاش میته میره. ملک همیشه ده فکرم هستی. پشت زیاد دق شده. از ام اولتر میخوایم به تو برسم. اکتای